در این قسمت از آموزش قبل از این که بریم زبانه رو شروع کنیم میخوام در رابطه با ابزار مهمی در رابطه با زخیر سازی داخل پاورپوینت به شما توضیح بدم و این ابزار رو معرفی کنم همونطور که بهتون گفتم یک طراح همیشه باید دستش روی کنترل اس باشه و زخیر سازی فایلش رو انجام بده ولی ما مثلا فراموش کردیم این کار رو انجام بدیم یا اینکه قبل از اینکه ما سه را رو بخوایم انجام بدیم برق سیستممون قطع میشه سیستممون به مشکل میخوره و سیستم کلا خاموش میشه و اون همه طراحی که انجام دادیم ممکنه که از بین بره اما نرم افزار پاورپوینت یک قابلیت خیلی خوبی داره به نام اوتو که بسیاری از نرم افزارها این کار رو برای ما انجام میدن اوتو ریکاور یا اوتو که داخل نرم افزار های زیادی وجود داره فایل های ذخیره نشده رو خودش میاد برای ما ذخیره میکنه و زمانی که سیستم ما خاموش شد ما بعد از روشن کردن از سیستم میتونیم کار ریکاور رو انجام بدیم و اون فایل از بین رفته رو دوباره برگردونیم برای این کار از قسمت فایل وارد اینفو میشیم ما اینجا میتونیم یک سری تنظیمات مهم رو در قسمت اینفو داشته باشیم در قسمت قبلی بهتون گفتم که این قسمت اطلاعات مفیدی رو به ما ارائه میکنه مثل سایز سلایدمون که ما این فایل رو اصلا ذخیره نکردیم چیز خاصی هم داخلش ننوشیم اینجا سایز رو برای ما ننوشته میتونیم ما اینجا اسلایت ها رو مشخص کنیم اسلایت های مخفی شده میتونیم تایتل رو در این قسمت خودمون تایپ کنیم در این قسمت اطلاعات رو میتونیم تایپ کنیم اینجا نام نویسنده رو برای ما نوشته اینجا زمان رو نوشته و آخر اما در قسمت سمت چپ یک سری تنظیماتی داریم که میتونیم این قسمت رو ویرایش کنیم در قسمت پروتکت پرزنتیشن میتونیم تنظیمات امنیتی فایلمون رو انجام بدیم در این قسمت زمانی که این قسمت رو فعال کنیم و بعد از اینکه این, این فایلمون رو ذخیره کردیم و دوباره باز کردیم در قسمت بالا به ما یه اختاری میده که این فایل قابلیت ویرایش نداره اگه بخواید اون رو ویرایش کنید باید روی تیک زرزنگی که داخلش وجود داره کلیک کنید و اجازه بدیم که اون فایل قابلیت ویرایش رو داشته باشه اگه با نرم افزار پاورپوینت آشنا باشید قطعا با این هشدار روبرو خواهید شد قسمت بعدی ما میتونیم روی فایلمون پسورد بذاریم و مثلا هر پسوردی که خواستید دوبار بعد اینجا وارد کنید من پسورد مورد نظر رو میدم اینجا و اوکی میکنم الان فایلمون داره پسورد هستش اگه این پسورد رو یادتون بره قطعا فایلتون از بین خواهد رفت و اگه خواستید حالت پسورد رو بردارید میتونید این قسمت رو کلیک کنید و به این صورت پسورد رو وارد کنید و حالت پسورد رو غیر فعال کنید میریم سراغ قسمت بعدی که اینجا وجود داره و قسمت بعدی قسمتی هستش که در رابطه با ارائه حق چاپ به افراد دیگه هستش که با این قسمت فعلا کاری نداریم من میام این حالت رو غیر فعال میکنم که مابقی قسمت ها در دسترس باشه ما اینجا میتونیم امضای رو برای اسلایدمون در نظر بگیریم این قسمت هم اگه فعال کنیم به این معناست که فایلمون کامل شده و کسانی که از این فایل استفاده میکنن میدونن که این فایل به صورت کامل اطلاعاتش وارد شد بریم سراغ قسمت بعدی که این قسمت از و توضیحاتی در رابطه با حالا سازنده اسلاید و همچنین توضیحاتی در رابطه با اسلاید ها هستش قسمت بعدی مربوط میشه به افراد ناتوان جسمی از این نظر میاد بررسی میکنه که آیا همه افراد به این فایل به خوبی دسترسی خواهند داشت و قسمت بعدی سازگاری این فایل اکسل رو با نسخه قدیمی میاد برای ما بررسی میکنه میریم سراغ قسمت بعدی که مربوط میشه به ریکاور کردن و فایل هایی که در رابطه با اوتو سیف خدمتتون ارائه کردم من میتونم اینجا این قسمت رو بزنم وارد بخشی میشیم که فایل ها به صورت پیش ذخیره شده و ما اونها رو ذخیره نکرده بودیم میتونیم اون فایل رو که اینجا ذخیره رو انتخاب کنیم اوپن رو بزنیم و به این صورت فایل ذخیره نشده دوباره برمیگرده و میتونیم از اون فایل استفاده کنیم از اونجا که ما فایل اوتو سیوی نداریم اون قسمت برای ما غیر فعال بود پس این قسمت خیلی برای ما مهمه و میتونیم فایل ها رو برگردونیم اینجا میتونیم تمام فایل های ذخیره خودکار رو پاک کنیم و دیگه اون فایل ها برای ما داخل سیستم وجود ندارن پس قسمت اوتو سیو یا ریکاور این قسمت هستش و ما میتونیم به این صورت فایل های ذخیره شده داخل سیستم رو برگردیم داخل این بخش در رابطه با ما بقی ابزارهای اینفو آشنا شدیم یاد گرفتیم که چطور میتونیم فایلمون رو غیر قابل ویرایش کنیم مگر اینکه با زدن دکمه که در قسمت بالا ظاهر میشه و میتونیم پسوردی رو روی فایلمون قرار بدیم در قسمت بعدی از آموزش وارد یادگیری زبانه های نرم پاورپوینت میشیم.